سلام و درود به مطب خوش اومدید. امروز میخوام راجع به عفونت‌های گوش میانی یا acute otitis media براتون صحبت کنم. گوش از سه قسمت تشکیل شده: گوش خارجی، گوش میانی و گوش داخلی. یه هر کدوم از اونا در واقع آناتومی خاص خودشونو دارن و ممکن است دچار عفونت و بیماری خاص خودشون بشن. ولی امروز راجع به گوش میانی و عفونت‌های اون میخوام براتون صحبت کنم. 75% بچه‌ها دچار حداقل یک عفونت گوش میانی میشن. در سن 6 ماهگی تا 5 سالگی ریسک عفونت گوش میانی بیشتر هست. علت اون به خاطر آناتومی گوش بچه‌ها هستش که اون شیپ روستاش که گوش میانی رو به حلق متصل میکنه توی بچه‌های کوچیک کوتاه‌تر و افقی‌تر هستش و نمیتونه اون مایع پشت گوش رو به خوبی تخلیه کنه. خب چه چیزایی بچه رو در ریسک ابتلا به عفونت گوش میانی قرار میده؟ همونطور گفتم سن یکی از مهمترین اونها هستش و بچه های زیر 5 سال در معرض و ریسک بیشتری برای ابتلا به عفونت یا اوتیت گوش میانی هستن. مسئله دیگه رفتن به مهد کودک و دیکر هستش، استفاده از پسونک یا استفاده از باطل یا شیشه شیر برای تغذیه ریسک عفونت گوش میانی رو بچه ها بیشتر میکنه. همچنین بچه هایی که پریمچور هستن یا زود به دنیا میان در ریسک بالاتری قرار گیرن. همچنین بچه هایی که ریفلاکس دارن ممکن هستش که ابتلا بیشتری به عفونت گوش میانی باشن، تو پسرها بیشتر دیده میشه. و همچنین در واقع افرادی که در منزل کسی هستش که سیگار میکشه، چه پدر چه مادر، یا در معرض دود سیگار قرار دارن، ریسک بیشتری به ابتلا به عفونت گوش میانی دارن. از علائم عفونت گوش میانی تب در بچه ها هستش، آبریزش بینی، سرفه. این بچه ها معمولا خوب غذا نمیخورن، خوب نمیخوابن و ایریتیبل هستن و همش گریه میکنن و نق میزنن و آروم نمیتونن، به سختی میشه آرومشون کردش. ممکن هستش توی یکی از این بچه ها 10 تا 15% این بچه ها به خاطر دردی که دارن دستش به گوششون بزنن و تو خب تو سن بالاتر خب میتونن در واقع تو سن 3-4 سالگی میتونن دردشون رو ابراز کنن و در اون موقع حتما باید به پزشک مراجعه کردش و یک معاینه کامل بشن. و چیزی که معمولا دیده میبینه پزشک توی معاینه گوش این بچه ها این هست که پرده گوش در واقع برآمده هست، قرمز هست و ملتهب هست. خب علت و اهمیت این که ما تشخیص بدیم عفونت گوش میانی رو و درمان کنیم چی هستش و کامپلیکیشن ها و عوارض ثانوی اونها چیه؟ گوش در واقع عفونت گوش میانی اگه درمان نشه ممکن هست باعث پارگی پرده گوش بشه. اگه مایع پشت پرده گوش جمع بشه این خودش ممکن هست دچار مشکلات بکنه بچه رو و باعث کاهش شنوایی بشه. همچنین عفونت گوش اگه درمان نشه ممکن هستش که ایجاد کولاستوما هستش که در واقع توداهی در گوش میانی ایجاد میشه که اگه این توداها زیاد باشه توی استخوان ماستوئید ایجاد میشه و احتیاج به حتی جراحی خواهد داشت. همچنین در یه دیگه از بچه ها ممکنه این عفونت گوش میانی به استخوان در واقع گوش بزنه که بهش ماستوئید میگن و ایجاد ماستوئیدایتیس کنه که وقتی پشت گوش بچه رو لمس میکنیم ملتهب قرمز و دردناک. از مشکلات و عوارض دیگه این هستش که تیمپانوسکلروز بده، یعنی در واقع اون پرده گوش کلسیفیه بشه، سفت بشه و اون حرکتش رو از دست بده که خود این باعث کاهش شنوایی میشه. در موارد شدید حتی ممکنه عفونت به مغز منتشر بشه و ایجاد منژیت و حتی آبسه‌های داخل مغز بکنه. خب درمان عفونت‌های گوش درمان آنتیبیوتیک هستش که بر حسب سن بچه ممکن هستش که آنتیبیوتیک های مختلف با طول درمان مختلف انتخاب بشه. خب چه زمانی احتیاج هستش که توب یا لوله داخل گوش قرار داده بشه؟ 3 تا در واقع نکته مهم هست، 3 تا اندیکاسیون مهم هستش برای گذاشتن توب در داخل گوش. اولی اینه که در بچه هایی که مایه پشت پرده گوششون که حالا چه همراه هستش با همراه با عفونت ممکنه باشه یا نه فقط بهش میگیم اوتایتیس میدیا واقع افیوژن، یعنی اون التهاب و عفونت وجود نداره ولی مایه به تنهایی پشت گوششون جمع شده، اینا در واقع باید به متخصص مراجعه داده بشن، مخصوصا اگه این مایه بیش از 3 ماه پشت گوش بمونه حتی باید تستای شنوایی هم انجام بشه. دسته دوم بچه‌ای هستش که عفونت‌های گوش مکرر دارن، یعنی بیش از 3 تا عفونت در 6 ماه یا 4 تا عفونت در 1 سال دارن.
بچه‌ای که حالا یکی دو تا عفونت دارن معمولا نرمال هست، همونطور که گفتم شویه زیادی داره عفونت های گوشه میانی، ولی وقتی بیشتر از 3 تا در 6 ماه یا 4 تا در 1 سال میشه حتما باید به متخصص ارجاع داده بشن تا توب یا لوله در داخل گوششون قرار داده بشه. و دسته سوم بچه‌ای هستن که عفونت گوششون به آنتی بیوتیک پاسخ نمیده و حالت مبتلا ممکنه آفته ایجاد شده باشه و اونم باید با گذاشتن در واقع لوله درن بشه و عفونت تخلیه بشه و حتی میتونیم در واقع آنتی بیوتیک های قطره‌ای میدیم که وارد گوش بشه و بتونه عفونت رو در واقع اونجوری از بین ببره. معمولا این توبا ممکن استش که حالا به حسب اینکه متخصص گوش حلقوی تشخیص بده که کوچه نوع توبی لازم استفاده بشه، ممکنه که شورت باشه یا لانگ باشه، یعنی کوتاه باشن یا بلند باشن، ولی هر کدوم که استفاده بشه به طور معمول به طور طبیعی خودشون در 1 یا 2 سال میفتن و اون پرده گوش خودش رو ترمیم میکنه. یه عده خیلی کمی ممکن هستش که این نیفته بیرون و احتیاج داشته باشن که برن و اونو در بیارن. معمولا توی اونایی که توب کوتاه دارن اگه بیشتر از 2-3 سال بمونه و اونایی که توب بلند دارن بیشتر از 4 سال بمونه باید برن و اونو در بیارن و ممکن هستش که پرده گوش هم به طور طبیعی ترمیم نشه توی عده کمی از اینا و ممکن هستش که احتیاج بشه که جراحی بشه، ولی به طور معمول خودشون میافتن و اصلا بچه‌ها متوجه نمیشه و پرده خودش ترمیم پیدا میکنه. اگه بخوام 3 تا نکته از برنامه امروز راجع به عفونت های گوش میانی بهتون بگم، اول اینکه اوتیت خیلی شایع هست و 75% بچه‌ها حداقل یه دونه عفونت گوش میانی رو خواهند داشت بین 6 ماهگی تا 5 سالگی. و مسئله دوم این که ممکن هستش که ویروسی باشه یا باکتریال باشه، یعنی خیلی وقتا عفونت‌های ویروسی یعنی همون یه سرماخوردگی ساده ممکن هستش که باعث التهاب گوش ولی نه خیلی زیاد، این التهاب و قرمزی خفیفی بشه و پزشک معاینه اونا رو ببینه، ولی دلیل نیستش که احتیاج به آنتی بیوتیک داشته باشه و زمانی آنتی بیوتیک میخواد که باکتریال باشه و الان هم که گفتم شدیدتر باشه و با تب و درد شدید و با بیقراری بیش از حد توی بچه ها همراه باشه و تو معاینه که پزشک میکنه میتونه اون پرده گوش رو ببینه و تشخیص بده که آیا این عفونتی هستش که احتیاج به آنتی بیوتیک داره یا خیر. و مسئله سوم این که اگه عفونت در واقع مکرر باشه، یعنی عفونت گوش میانی بیش از 3 بار در 6 ماه یا 4 بار در 1 سال ایجاد بشه، احتیاج به گذاشتن توب یا لوله داخل گوش داره. همچنین اگه مایع پشت پرده گوش بیشتر از 3 ماه بمونه، باید حتما در واقع بررسی بشه و توب گذاشته بشه و حتی تست شنوایی انجام بشه و همچنین در بچه‌ها که جواب نمیدن به آنتی بیوتیک برای تخلیه درین کردن اون عفونت مواقع لوله قرار میدیم و معمولا اینا چیز خطرناکی نیستش و خودش به طور طبیعی اون لوله میفته و گوش و پرده گوش تعمیم پیدا میکنه. خب امیدوارم برنامه امروز مفید واقع شده باشه براتون. تا برنامه بعد سالم و سلامت باشید.